با درود و سلام خدمت همه دوستان عزیز، برنامه امروز یک شنبه خانه همدلان با برنامه هست که با آقای ساسان جمالی داریم از دانمارک که در رابطه با اعتیاد، جوانان و خانواده صحبت خواهند کرد و خواهش میکنم که به افتخار آقای ساسان جمالی کف مرتبی بزنید که منم سلام میکنم خدمتتون و خیلی ممنون و تشکر که اجازه دید در خدمتتون باشم و امشب و بتونیم با هم دیگه یک ساعت رو در این زمینه صحبت کنیم. من همینطور که شما گفتن اسمم ساسان جمالی هستش، در کشور دانمارک روانشناسی خوندم و حدوداً 20 ساله که من به نحوی با جوانهای که مشکل دارن کار کردم و 12 سال گذشته رو با جوانهای زیر 18 سال که مشکل اعتیاد دارن کار کردم و تخصصم همینطور که گفتم جوانها و خانواده هاشون هستم و تو این زمینه توی سازمانی به نام سازمان یوتر همکاری داشتم که الان این عکسم توی ایران گرفته شده و به نام دوربرگردان. من سعی میکنم سخنرانی ما با یک لطیفه ملا نصرالدین شروع کنم و اون این بود که میگن که آقای ملا نصرالدین یه بار یه شبی زیر تیر چراغ برق داشته دنبال یه چیزی میگشته، بعد میان یکی بهش میگه که شما داری دنبال چی میگردی؟ میگه کلیدم گم شده. میگه کلیدت کجا گم شده؟ میگه توی اون جنگل. میگه پس اینجا چیکار میکنی؟ میگه خب اونجا تاریکه. و من از این لطیفه میخوام استفاده کنم به خاطر این منظور که مبحث اعتیاد، جوانها، خانواده ها، روح و روان انسان ها واقعا همینطوره. ما به خاطر تاریک بودن توی جنگل اومدیم دور زیر این تیر چراغ برق دنبالش میگردیم، بررسیش میکنیم، ولیکن اصل قضیه شاید تو اون جنگل تاریکه که ما سعی میکنیم بعد ما با چراغ قوه بریم و توشو یه گشتی بزنیم و برگردیم. و من شخصا وظیفه خودم میدونم که زمانی که با جوانها و خانواده‌هاشون کار میکنم نقش چراغ قوه داشته باشم، نه بیشتر. به این دلیل که من معتقدم که حقیقت دست من نیست و من حقیقت تغییرپذیره و ما فقط سعی میکنیم انسانها رو به یه نحوی یا به آرزوشون برسونیم و یا اینکه به آرزوشون نزدیکشون کنیم. و توی صحبت‌های من احتمالاً قسمت‌های با تئوری‌هایی که تو ایران داره الان اجرا میشه ممکنه یه سری مغایرت داشته باشه و خیلی هم شباهت‌ها داشته باشه. به هر حال من قبل از اینکه سخنرانیمو شروع کنم میخوام کلامو به عنوان احترام برای تمام تئوری‌ها و تمام زحمت‌هایی که تو ایران کشیده میشه تو این زمینه به عنوان احترام بردارم و بگم که واقعا کار قشنگی تو ایران داره انجام میشه. 12 قدم، NA و همه اینا فوق‌العاده جواب داده، توی دنیا خیلی انسان‌ها رو کمک کرده. ولی باز من معتقدم هر کسی که میخواد بره توی مکانیکی که میخواد بره توی یک کارگاه کار کنه، اگر فقط یه پیشگوشتی داشته باشه، یه ابزار کار داشته باشه، احتمالاً خب خیلی از اون وسایل نمیتونه همه رو تعمیر کنه. به هر حال ما برای که بتونیم به انسان‌های مختلفی کمک کنیم با بک‌گراند‌های مختلفی، ابزار کاری که می‌خوایم با خودمون ببریم باید توش ابزارهای مختلف، پیشگوشتی‌های مختلف و با سایت‌های مختلفی وجود داشته باشه و اینها همش تئوری‌هاییه که ما توی علم روانشناسی ازش استفاده می‌کنیم. قبل از هر چیز برای کسانی که کنجکاو هستن بدونن که ما تو سازمان یوتن از چه تئوریایی استفاده میکنیم، چه تئوریای روانشناسی استفاده میکنیم، من کوتاه تیتر انگلیسیشو میگم برای کسانی که بخوان کنجکاو باشن و بخوان برن اینو پیگیری کنن. اساس یوتن روی سیستمیک و نراتیو هستش. یکی از کارهای تخصصهای من توی mentalizing approach هستش و holistic approach روش خیلی کار میکنیم و به حال یکی از تئوریایی هم که من امروز با خودم آوردم signs of safety به مخفف SOS هستش که
من تو زمانی که با خانواده ها کار میکنم خیلی از این تئوری استفاده میکنم، ولی کلا یک قسمت یا اصل تئوریایی که ما ازش استفاده میکنیم یک مخلوطی از این تئوری ها هست و به قول یکی از همکاره من، ما اون چیزی استفاده میکنیم که اون انسان احتیاج داره و بستگی داره که ما چه آدمایی باشون برخورد کنیم. اگر بخوام تمام این تئوری ها رو، تمام این بررسی کارهایی که ما تو یوترن سازمانی که من توش فعالیت میکنم ما تو یک جمله بگم، یک جمله است و اونم از شعر حافظه که میگه که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. ما معتقدیم که تمام دانش، تمام تجربه، همه چیز دست شما عزیزان، پدر مادرها، اون کسانی که با این مبحث مشکل دارن هستش. ما همونطور که خدمتتون عرض کردم سعی میکنیم چراغ قوه باشیم که از اون تجربیات شما، از اون علم و دانش و شناختتون نسبت به فرزنداتون استفاده بکنیم برای کمک کردن به فرزندهای و احیانا جوانایی که با این مبحث مشکل دارن. همونطور که گفتم من 12 سال تو این زمینه دارم کار میکنم و احتمالاً میتونم بگم که خیلی پدر مادرها و خیلی از جوانهای رو تونستیم به حال به یه نحوی کمک کنیم و به آرزوشون نزدیک کنیم یا به آرزوشون برسونیم. ولیکن عکس بعدی که الان اینجا میاد، سلایت بعدی که میاد، این پسر منه، 7 سالشه، اسمش الیاسه. و اگر یه روزی الیاس من 15-16 سالش بشه، تینیجر بشه و بخواد یه روزی با مواد مخدر تجربه بکنه و به حال مشکل باش پیدا کنه، من به صراحت و با جرأت اینجا وای میستم میگم اون لحظه من نمیدونم باید باش کار کنم. به خاطر اینکه زمانی که به انسانها نزدیک میشه از نظر احساسی این مبحث واقعا سخته. من باز به این طریق میخوام احترام بذارم برای اون پدر مادرها و خانواده هایی که تو این شرایط هستن. مهم نیست به نظر من از چه بکراند علمی و چه کاری تو آدم تو زندگی روزمرهش میکنه، زمانی که از نظر احساسی به آدم نزدیک میشه واقعا آدم نمیدونه دیگه باید چیکار کنه. اون موقع است که من که ادعا میکنم که تو این زمینه خیلی تجربه دارم و خیلی میدونم، باید برم پیش یکی از همکاران، پیش یه نفر کمک بگیرم، بگم واقعا الان من چیکار کنم. من الان دلم میخواد الیاسو بذارم زیر بغلم برم توی دورترین قسمت‌های دنیا، دقیقاً این چیزیه که من به بقیه میگم انجام ندید. و اون زمانی که احساسات آدمو بر روی آدم غلبه میکنه و واقعاً شرایط سختیه. و این عکس و این مبحث رو شروع کردم برای این گفتن که چقدر کار سختیه پدر مادرهای و خانواده کسی آدم باشه که با مبحث اعتیاد مشکل داره. اگر باز دوباره بخوام یک توی جمله دیگه بگم که روشی دید ما نسبت به اعتیاد چیه، اینه: یک صفحه خالی. ما سعی میکنیم، تلاش میکنیم، کوشش میکنیم تو یوتر انسانها رو به عنوان یک صفحه خالی ببینیم، تجربیات خودمونو سعی کنیم، پیش داوری های خودمونو بذاریم کنار و انسانها رو به خاطر مختلف بودنشون بهشون احترام بذاریم. برای اینکه من معتقدم هیچ انسانی روی این کره زمین مشکل مشابه 100% ندارن. فقط تنها راهی که ما میتونیم به انسانها نزدیک بشیم و بدونیم که مشکل اینا و مشکل اون شخص دقیقاً چیه، تنها روشش اینه که ما بتونیم کنجکاو باشیم و پرسشگر باشیم. و این به نظر من یکی از مهمترین اساس اینه که آدم به فردیت احترام بذاره. یعنی که زمانی که ما به این قبول داشته باشیم انسان‌ها مختلف هستن، پس برای رسیدن و بهشون کمک کردن هم روش‌های مختلفی میخواد و تنها چیزی که ما رو میتونه کمک کنه که بهشون کمک کنیم کنجکاو بودنه، سوال کردنه و سعی کنیم پیش داوری‌های خودمونو و اون چیزایی که تو ذهنمون هستش رو بذاریم تقریبا کنار. من برای این یه مثالی میزنم که شاید یه مقدار این مبحث رو روشن‌تر بکنه و اون اینه که من یه زمانی یه جوونی داشتم
15 16 ساله دختری بود و ایشون بعد از مدت ها که ما با هم دیگه مشاورت داشتیم ایشون ترک کرد مبحث این مسئله احتیاجشون حل شد و یه روز من ازش باز دوباره سوال کردم گفتم ببینم فلانی تو چجوری الان هم که مثلا هر موقع هوس میکنی چیکار میکنی چجوری مثلا کمک میکنی به خودت که گفتم میرم حموم دوش که میگیرم اصلا دیگه همچین فرش میشم میام بیرون اصلا دیگه واقعا فکر نمیکنم بهش گفتم عجب چیز جالبیه من اینا حتما میرم الان ازش استفاده کلی هم ازش تشکر کردم و تموم شد اینا دو سه روز بعدش یه پسر دیگه نوجوونی 15 16 ساله که اونم باز توی مشاورت پیش من میومد با هم صحبت کردیم اونم این مرحله گذرونده بود و ترک کرده بود و فلان اینا بهش گفتم که فلانی میدونی راستی چیکار کن وقتی تو اگه هوس کردی گفت چیکار کنم گفتم برو دوش بگیر یهو این یه ذره به من نگاه کرد گفت تو دیوانه شدی هوس مواد چه ربطی به دوش گرفتن داره من تازه دوش میگیرم بیشتر هوس میکنم بعدش که میام بیرون و اون موقع بود که من واقعا نه که تنها اون موقع اون یکی باز از اون مثال‌هایی بود که به من ثابت شد که اون چیزی که برای یه انسان کار میکنه جواب میده حتما الزاماً برای یکی دیگه جواب نمیده بعضی موقع حتی برعکسه و این که ما بخوایم تجربیات خودمونو خصوصا کسانی که خودشون مبحث اعتیاد داشتن بخوان از تجربیات شخصی خودشون برای کمک کردن به یکی دیگه الزاماً به عنوان مطلق استفاده کنن به هر حال شامل یه خطری هستش که باز دوباره ممکنه اون فردیت اون شخص و اون کنجکاوی ما رو به مقدار تحت شعاع قرار بده ما باید سعی کنیم پیدا کنیم که برای اون پسری که من داشتم کار میکردم چی جواب میده و تنها چیزی که ما سلاحی که داریم سلاح کنجکاویه و اینکه هی ازش سوال کنیم هی بخواد تمرین کنه چیزهای مختلفی رو استفاده کنه تا آخر سر اون روش خودش رو پیدا کنه و روی اون این که ما میتونیم بسازیم من یه مقدار در جلوتر از توی سلاید های بعدی در رابطه با لغزش صحبت خواهم کرد که میتونیم یه مقدار این مبحث رو بیشتر درش بررسی کنیم یکی از مسائلی که توی یوترن ما خیلی بهش اهمیت میدیم و یکی از پایه‌های اساسی شاید تئوریای ما باشه مبحث ادبیات من تو ایران و شاید خیلی از کشورهای دنیا تجربه میکنم که مرکزی که مشکل اعتیاد داره رو نامهای مختلفی بهش میدن از قبیل مجرم متجاهر آلوده معتاد و امروز خیلی مبحث بیمار این یه مبحثی که ما خیلی تو یوتیوب باهاش کار میکنیم و این که ما سعی میکنیم اسم رو کسی نذاریم سعی میکنیم فاصله به وجود بیاریم بین مشکل و هویت انسان ها به این معنی که ما سعی میکنیم مشکل رو مشکل ببینیم نه اینکه انسان رو مشکل ببینیم به نظر ما انسان ها مشکل دارن و مشکل نیستن زمانی که ما یه نفر میگیم تو بیماری یا تو معتادی در واقع هویت و این انسان رو با همدیگه یکی کردیم و بعضی موقع ها دلیل این که خیلی موقع ها ما خودکشی تو مبحث اعتیاد زیاد داریم به خاطر اینکه انسان ها فهم کنن برای اینکه از بین بردن این مشکل باید خودشون از بین برن برای اینکه اینها باعث شدن که خانواده از هم پاچیده شده خیلی اتفاقهای بدی تو اون خانواده افتاده و خودشون رو مقصر میدونن و چون من مشکل هستم وقتی من از بین برم پس مشکل همه هم حل میشه به خاطر اینکه مشکل و هویت انسانها با هم اقدام یعنی یکی شده و کاری که ما سعی میکنیم میکنیم که مشکل از انسانها بیاریم بگیم به نظر من تو مشکل اعتیاد داری نه اینکه تو معتادی من یادمه توی زمینه اگه از مثال از خودم بذارم من از بچگی به هم میگفتن تو آدم تنبلی هستی و این شد جزوی از هویت من نه تنها قوی شد قدرت گرفت این تنبل بودن تو من بلکه یه مدت گذشت و خیلی ها جوک در موردش ساختن در رابطه تنبلی من بعد خودم جوک در موردش ساختم کلی خندیدیم با همه آدم های اطرافیانم بعد یواش یواش شد افتخارم که من آدم تنبلیم بعد خیلی سالها من با این کلمه تنبلی حتی هنوز خیلی منو به عنوان تنبل میشناسن با خودم کشوندم و باهاش جوک گفتیم و ساختیم و فلان و همه چی تا آخر سر یه روز به من یه نفر گفتش که تو
تو اتفاقا تنها کسی هستی که هر کس اسباب کشی داره افر اول واسدی، تو این کارا رو میکنی، پس تو کجا تنبله؟ و اونجا من فهمیدم که بابا جون من تنبل نیستم، من شاید مشکل تنبلی تو یک زمینه هایی دارم. من مبحث اعتیادم همینه، انسان وقتی اعتیاد داره، مشکل اعتیاد داره، به این معنی نیست که همه هویت این انسان معتاده. این ممکنه میتونه یک آدم عاشق خوبی باشه، میتونه یک آدم با احساسی باشه، میتونه خیلی محاسن دیگه ای داشته باشه که این کاور اعتیاد و معتاد بودن و این برچسب ما روش میزنیم و میشه هویت این انسان یک معتاد. و همه ماها میدونیم کدوم از ما هستیم تو این جمع دوست داشته باشیم بهمون بگن تو بیماری. من فکر نمی کنم الان من به یک کدوم از شما عزیزان نگاه کنم بگم به نظر من تو بیماری و اون طرف خوشش بیاد، حس خوبی داشته باشه. ولی من اگه بگم که به نظر من تو یه همچین مشکلی داری، من میتونم خودم به عنوان یک مشاور وایسم کنار تو و به یه مشکلی که بیرون هست برخورد کنیم، بررسی کنیم، با همدیگه باهاش کار کنیم تا اینکه تو خودت به عنوان انسان مشکلی. این روش‌های مختلفی داره توی روانشناسی و ما سعی می‌کنیم خیلی موقع‌ها برای بردن مشکل از هویت انسان و فاصله به وجود آوردن مشکل از انسان از چیزی به عنوان زبان externalization و internalization استفاده کنیم، به معنی اینکه سعی می‌کنیم مشکل رو از انسان فاصله به وجود بیاری و این تنها روشش هم از روی زبان هستش، از اون نوع سوال ها، از اون نوع کنجکاوی که ما به خرج میدیم میتونیم استفاده کنیم که انسان ها رو هویتشون رو با مبحث مشکل و اعتیاد و هر چیز دیگه میتونه باشه فاصله به وجود بیاریم که بتونیم روش کار منطقی بکنیم. به عنوان مثال، مثلا شما یه جوونی هستش که میخواین در مورد مثلا مبحث اعتیاد باهاش صحبت کنین، بعد این به حالت انترنالیزیشنشه. اگه صحبت کنین، آیا نمیدونی که مواد مخدر به حافظه و توانایی یادگیریت آسیب میرسونه؟ جوونا معمولا من وقتی دیدم با پدر مادرشون صحبت کردن جوابشون اینه، آره ولی من کسانی رو میشناسم که مواد مخدر هم استفاده میکنن ولی خیلی هم وضعشون خوبه، چه میدونم اسنوپ ناگ و هزار تا از این خواننده ها و هنرپیشه های هالیوود هم میشناسن که میتونم مثال بزنم و تازه دانشگاه رفتن و خیلی هم مشکلی ندارن. در واقع بیشتر مشغول توجیه خودشون میشن، برای اینکه میدن تو سیستم دفاعی. و وقتی من میگم که ما تمام مباحث به زبان ربط داره، اینا رو من میتونم به ساعت ها بتونیم در موردش صحبت کنیم، ولی به حال، ولی حالا اگه بخوایم اینو یه جور دیگه عوض کنیم، یه حالت بی‌طرف به خودمون بدیم و ازش بپرسیم و بپرسیم و گوش کنیم و کنجکاو باشیم و واقعا هم هدفمون کنجکاوی باشه، میتونه مثلا سوال این باشه. جایی خوندم که نوشته بود کسانی که مواد مخدر استفاده میکنن به مدرسه شون صدمه میخوره، نظر تو چیه؟ بعد جواب میتونه معمولا اینطوری باشه، فکر نکنم برای همه، ولی آره من خیلی ها رو میشناسم که مدرسه رو ترک کردن بخاطر. بعد یه دفعه اون مهم اینه که ما اون آدم رو وادار میکنیم که فکر رو ببره تو ذهنش بچرخونه و بیاره بیرون، یعنی اون در واقع یه چیزی رو تولید میکنه تو میاره بیرون و نه اینکه من بهش تحمیل کنم که چه مبحثی چی درسته و چی اشتباهه. و اینطور فاصله انداختن با مشکل و هویت انسان باعث میشه که آدم ها رو میتونه خودشون فکرشون تولید کنه و به هر حال به نتیجه برسن که خودشون میدونن درسته. و یکی از چیزهایی که خیلی به نظر من مهمه تو این زمینه این که ما نباید عزیزانی که مشکل به اعتیاد دارن، مشکل اعتیاد دارن و دست کم بگیریم. فوق العاده آدمای باهوشین، خیلی چیزها رو میدونن. یکی از روشایی که من به پدر مادرها معمولا توصیه میکنم که وقتی با بچه‌ها، خیلی ها به من میگن که خیلی سخت در موردش حرف زدن با بچه‌م، چه جوری به نظرت باید حرف بزنم من با بچه‌م؟ اولا من یه توصیه دارم و اون که اول از همه صادق باشین، یعنی اینکه واقعا همونی که هستین باشین، یه دفعه نقشتون عوض نشه. چون اینا سری میگن اوه اون چی شد، چرا یه دفعه این اصلا مامان من یا بابای من یه دفعه شدن اینقدر
فهمیده و فلان. سر قبل سیگار من کشیدم اینا خیلی شلوغ کردن، حالا من الان حشیش کشیدم یه دفعه اینا چقدر آروم و منطقی دار. نه اینا نقش بازی نکنیم، خودمون باشیم. دو، این سیگنال رو بهشون برسونیم که آره اگر یه روزی من بفهمم تو از موادی مصرف کردی یا استفاده کردی، مسلمه که من نگران میشم، مسلمه که من ناراحت میشم، خیلی هم اذیت ممکنه بشم. ولی این همیشه یادت باشه که تنها چیزی که مطمئن باشی بهت میتونم قول بدم اینه که ما میتونیم در موردش صحبت کنیم و میتونیم راه کمک و هر چیزی در حال پیدا کنیم. این در چرا همیشه باید براش باز بذاریم برای جوانامون که بتونن بیان به ما نزدیک بشن و مسئله‌شون رو بگن. و یکی از چیزایی که میگفتن پدر مادرها سخت در موردش با بچه صحبت کرد، چجوری من صحبت کنم؟ روشی که من خودم شخصا بعضی موقع استفاده میکنم برای کسانی که دلشون نمیخواد مثلا حرف بزنن در موردش، فقط میگن نه ما این نمیکنیم، هیچ موقع نکردیم و و و و کتما میکنن، در رابطه با نفر سوم صحبت کردن، شخص سوم صحبت کردنه. من خیلی از پدر مادرها رو کمک کردم که به این نحو که برو مثلا در مورد از بچه‌ت پرسی به نظر تو یا کسی که مشکل اعتیاد داره چه خصوصیتایی داره، کی آدم معتاده، به نظر تو کی آدم اعتیاد داره، مشکل اعتیاد داره. بعد باورتون نمیشه اینقدر ما سورپرایز میشیم به این دلیل که چقدر جوانای ما میدونن. بعد زمانی که اینا همینجوری رفلکشن براشون تو مغزشون به وجود میاد، همینجوری میچن میرن آدما یا مثال میارن که تو ذهن اونا مشکل اعتیاد دارن، بعد یهو برای خودشون جا میفته که اینایی که من دارم در مورد اون آدم شخص سوم میگم به خود منم انگار مصداق پیدا میکنه، منم همین مشکل رو دارم. در واقع بعضی موقع ها برای در مورد شخص سوم صحبت کردن آسون تره که بیام من مستقیم در مورد مشکل تو صحبت کنم، بیا در مورد مشکلت من حرف بزنم. آدم ها یه مقدار اوایلش حداقل سیستم دفاعی میگیرن تا اینکه بیا در مورد یه آدم شخص سومی صحبت کنی. به هر حال این هم یک نوع اکسترنالیزیشن کردنه، به جای اینکه در مورد مشکل تو صحبت کنیم در مورد یک مشکل آدم شخص سوم صحبت کنیم و از اون استفاده میکنیم برای کمک کردن به تو، چه مستقیم و یا چه غیر مستقیم. بعد یکی از چیزایی که ما معمولا میبینیم، اگر تصور کنیم یک کوه یخه، ما آدم ها این قسمتش رو بقیم میبینیم و در واقع دیده بزرگ سال ها اینجاست که مواد مخدر، این نمیدونم این حد میدونم که مواد مخدر و این تو معتادی و مشکل اعتیاد داری و و و و چیزی که اصل قضیه است شاید و ما واقعا چون کوه یخه و بقیه از دیر آگر رو نمیبینیم، این چیزهای دیگه است که میتونه تنهایی باشه، مشکلات روحی و افسردگی، عدم اعتماد به نفس و و و خیلی مسائل تحت فشار بودن. اینا باعث شده که ایناست که ما باید در واقع دیدمون از این بالا بیاریم پایین، اینا رو ببینیم که بتونیم به یه انسان و یه جوونمون کمک کنیم. تا زمانی که اینا زیر آب هستن، کوه یخ زیر آب هستن، سخته که ما فقط بخوایم تمرکزمون رو این باشه. و من یه باز دوباره چند تا اسلاید بعدی میاد که توضیح میدم که چقدر اینا نقششون برای این مهمتره. و بعض خیلی موقع ها من اصلا وقتی با یه جوانی کار میکنم اصلا در مورد مسئله اعتیاد اصلا حرف نمیزنم. من سعی میکنم ببینم اولا این انسان چه قابلیت های دیگه ای داره، مسائل مثبت رو میارم سعی میکنم بیارم وسط. چون جوانایی که ماها باشون کار کردیم و کسانی که مشکل اعتیاد دارن یه چیزی رو تو این دنیا خیلی تجربه کردن و اون اینه: تو آدم معتادی هستی، تو متجاهر هستی، تو دزدی میکنی، تو دروغ میگی، به تو نمیشه اطمینان کرد، از این کار میندازنش بیرون، از مدرسه میندازنش و و و اینو زیاد تجربه کردم. زمانی که میان پیش ما برای اولین بار، ما این دستمون رو میندازیم، سعی میکنیم تمرکزمون رو بذاریم رو اون چیزایی که این جوان خوبه. احساسات، تو یه آدم خیلی مثلا احساسی، می سعی میکنیم اگه دوباره کنجکاوی به خرج بدیم که چه قابلیت هایی این انسان داره به جایی که تمام چیزهای بدی که داره. اونا رو ما هرچی تمرکز رو رو اونا بیشتر بذاریم و ما با تجربه، با علم و همه چیز ثابت شده که ما خیلی راحت‌تر میتونیم به انسان رو کمک کنیم زمانی که اعتماد به نفسشون رو قوی کنیم، زمانی که بتونیم باعث بشیم که اینا خودشون بتونن به خودشون کمک کنن تا اینکه ممکن. چون ما خیلی زمانها من توجه کردم پدر مادرای و یا عزیزان یا همسرا مبحث اعتیاد میکنن پروژه خودشون،
آقا من که نه، من که معتاد نیستم که میخوام ترک کنم، یه نفر دیگه مشکل اعتیاد داره، اون پروژه اونه، اونه که باید به هدفش برسه، من نیستم. و تا زمانی که ما سعی نکنیم اون انسانو صاحب پروژهش بکنیم، نمیتونیم بهش کمک کنیم، یعنی کمکمون هم شاید واقعا تأثیری نشه. ما باید سعی کنیم مسئولیت پروژه رو بدیم دست تویی که میخوای یک تغییر به وجود بیاری. توجه کنید تو صحبت من، تغییر به وجود دادن معنی ترک کردن الزاما نیست. من گفتم ما سعی باید بکنیم انسان‌ها رو به آرزوشون نزدیک کنیم. بعضی آرزوشون اینه که فقط کمتر بکشن. حالا آیا در مراحلی که میان مشاورت میگیرن نظرشون عوض میشه و ترک میکنن، اون یه مبحث دیگه است، ولی آرزوشون اینه که کمتر بکشن. و من سعی میکنم تنها تمرکز من، فوکوس من اینه که کمکش کنم کمتر بکشه، حداقل اون زمانی که میخواد، و صاحب پروژهش کنم، این مسئولیت پروژه رو داشته باشه، نه من، نه پدر مادر، نه هر کسی دیگه. این مسئولیت باید بره اونجا و ماها باید بتونیم حامی و حمایت کنندش باشیم. یکی از چیزایی که من خیلی باهاش با جوان‌ها این سالیان سال کار کردم اینه که خب به هر حال ما الان صحبت کردیم که یک دلیلی معمولاً وجود داره برای اینکه چرا انسان‌ها مشکل اعتیاد پیدا می‌کنن. توی دانمارک حداقل شاید بالای 65 80 70 درصد از جوان‌های بین 18 تا 24 سال حداقل یک بار حشیش یا این چیزای مواد مثلا جشن و اینا رو استفاده کردن، ولی این 60-70 درصد همشون الزاما مشکل ندارن. یک درصد فوق العاده کمی، تقریبا 1-2% هن که مشکل پیدا میکنن با مواد. و اون خیلی جالبه که چرا فقط یه عده مشکل پیدا میکنن. ولی بعد خب بررسی میشه، خب به هر حال یه دلایلی بوده. یکی از دلایلی که من تو این چندین سال خیلی باهاش برخورد داشتم این مبحث این بوده. حالا اینا رو من، اینا نقاشیه که من دادم، یکی برام کشیده این مسئله که الکل و مشکلات اعتیاد توی خانواده یکی وجود داشته باشه، آدم اعتماد به نفس و سختی ها داشته باشه، یا اصلا کلن یک خانواده دیکتاتوری داشته باشه و تو مدرسه مشکل داشته باشه. این یکی از چیزایی که فوق العاده من با جوانات باهاشون کار کردم زیاد دیده شده، و اون مبحث مابنینگ، مسخره کردن، مسخره شدن سیستمیک، یعنی سیستماتیک، یعنی اساسا سیستماتیک یه نفرات، یه جوونی، یه بچه‌ای تو مدرسه هر روز که میره مدرسه یه گروهی دارن مسخرهش میکنن. و ثابت شده، اینو رئیس من چند وقت پیش صحبتش رو کرد، که ثابت شده کسانی که مسخره میشن سیستماتیک توی دوران مدرسهشون یا هر جایی، به مراتب سخت‌تر میتونن باهاش در دورانی که وقتی گذشت بزرگ شدن کنار بیان تا اون کسانی که بهشون تو دوران بچگی تجاوز شده. یعنی ببینین چقدر صدمه این مبحث مابنینگ، در واقع مسخره شدن، چقدر صدمهش زیاده. و انسانهایی که مواد مخدر استفاده میکنن در واقع اینه به خاطری که خودشونو از خودشون حفاظت کنن استفاده میکنن، به خاطر اینکه بتونن تمام این فشارها رو به یه نحوی تحمل کنن. در واقع مواد مخدر براشون یک نوع داروه که ما بهش میگیم خود درمانی. من دختری داشتم 14 سالش بود، به من یه روز اومد گفتش که ساسان تو فکر میکنی من مواد مصرف میکنم به خاطر اینکه میخوام خوش بگذرونم یا مثلا حال کنم یا شنگول بشم؟ گفتم نمیدونم، برام بگو دلیلش چیه. گفت من مواد مخدر استفاده نکنم دلم نمیخواستن زندگی کنم، جا در جا دوست دارم خودم بکشم. گفتم چطور مگه؟ گفت من زمانی که 9 سالم بود یک دونه مادر فقط تو این دنیا داشتم، پدرم هم نداشتم و هیچ خانواده، هیچ کسی دیگه ای. یک مادر داشتم، اونم الکلی بود و من با این مادر الکلی زندگی میکردم. خیلی شبا این مادر الکلیم دوستاشو می آورد خونه، مست که می شدم. بعد من دختر 9 ساله مادریم صحبتش می کنم، یه بچه اینقدری. آخر شب بعضی از این دوستاش به من تجاوز می کردن و بعد من کمک می خواستم از مادرم، مادرم مست روی اینا رو که می گفت همینجور گریه می کرد.
مادرم روی همون مبل افتاده بود و مست خراب و بعد اینا که میرفتم من تازه بعد بلند میشدم این جمع و جور میکردم، مامانم کمک میکرد. حالا من با جزئیاتش تعریف نمیکنم، میذاشتم تو تخت خواب. و جالب این داستان اینه که فرداش خودم بلند میشدم میرفتم مدرسه، غذای مدرسه هم خودم درست میکردم و بهترین نمره ها رو هم میگرفتم، برای اینکه هیچ کس نباید تو این دنیا میفهمید چه اتفاقی داره تو خونه من میفته که منو از همون یه دونه مادری که داشتم جدا کنم. بعد گفت فکر میکنی من مواد میکشم به خاطر که حال کنم؟ میخوای نکشم؟ گفت. این خیلی سوال جالبی بود. ما سالها، یعنی سالها که شاید فکر کنم یک سال یک سال و نیمی من با این دختر کار کردم. حالا نمیخوام داستانش رو تعریف کنم به کجا رسید و چه جوری روش باش کار کردیم، ولی منظور اینه که مواد مخدر بعضی موقع فقط مخدر نیست، بعضی موقع واقعا داروه. انسانها داروی دیگه ای ندارن، یعنی حداقل این بچه 14 ساله توانایی داروی، یعنی که بره اون دارویی که الان بخواد دردشو بخواد دا آروم کنه رو نداره، نه تواناییشو داره نه علمشو داره نه کسی تو پشتش هست، خانواده‌ای که بگه بیا من کمکت میکنم. یک مادر الکلی داره و بهترین دارویی که تو میتونه آرومش کنه، آرامشش بده. بعد ما چجوری با اینا برخورد میکنیم که حتما مبحث جالبیه که من تو یکی از سخنرانی‌های بعدیم حتما بهش اشاره میکنم که چجوری ما با یه همچین آدمایی که انسانهایی که به عنوان دارو ازش استفاده میکنن کار میکنیم که بتونم با مشکلشون کنار بیام. یکی از چیزایی که از من خیلی سوال شده این مبحث، من این یکی رو ترجیح، یعنی فارسیش رو نتونستم بنویسم، یعنی جدید اومدش این سلاید، مبحث لغزشه. مبحث لغزش به این معنی که خب یه کسی که مثلا مشکل اعتیاد داره ترک میکنه و بعد از یه مدتی دوباره امتحان میکنه مواد میکشه. خیلی دلایل وجود داره برای لغزش، ولی من دو تاشو میگم. یکی این اصلی ترینش به نظر من نه، یکیش اینه که خب آدم ها اتفاقایی تو زندگیشون میفته، یه مباحثی، یه مشکلاتی، یه دفعه یک بحرانی وارد میشن، باز دوباره میرن به عنوانش ازش استفاده میکنن که آرومشون کنه، چون تو دفعه آخری که یه همچین مشکلی داشتن این خیلی آرومشون میکنه. این یکی دلیلشه. و یکی از دلایلی که به نظر من خیلی دلیل مهمیه که آدم ها لغزش میکنن اینه که همه کسانی که به نحوی مشکل اعتیاد داشتن یه آرزو دارن اکثرشون. حالا من میگم همشون، شاید دارم اقرار میکنم، ولی شاید 99 درصدشون یه آرزو دارن و اونه که یک روزی بتونن یک رابطه نرمال و منطقی با این مواد داشته باشن، دوباره بتونن تفنعی بکشن، دوباره بتونن مثل اون زمان اولش که شروع کردن یه دونه پک میزد بعد میرفت دو ما دیگه یه پک دیگه میزد، عاشق اون لحظن، دلشون برای اون لحظه تنگ میشه و میخوان یه روزی به اون لحظه برگردن. و به این وسیله سعی میکنن، امتحان میکنن. الان یه نفری که تصور کنید ترک کرده، آدم هایی که معمولا ترک میکنن چقدر نیرو میگیرن و چقدر اطرافیان دستاشون میره بالا و باری کلا آفرین و و و، که من در مورد این مبحث دست ها بالا رفتنم یه صحبتی دارم که خیلی مهمه، که چون ما بعضی موقع باید بالانس رو رعایت کنیم، اینقدر دست اون بالا نره که اگر طرف لغزش کرد جرئت نکنه بیاد به ما بگه. و این یک بالانسی که من حالا در یه مبحث دیگه در موردش صحبت خواهم کرد. کسی که ترک کرده یهو یه لغزش میکنه، میاد این پایین، چند نوع برخورد باش میشه. یکی اینکه یه دیمیان با پوچ میکنن تو سرش، دیدی تو لیاقت نداشتی، من میدونستم تو اصلا و و و و. خب این یه نوع برخوردشه. یه نوع برخوردش اینه که وقتی من باهاش با این بچه آدم برخورد میکنم، میام کنجکاو میشم که چی شد. من یادم از چندی پیش توی جایی بودم که طرف کنم، من وقتی یه پسری یا اسمورد و علی رو دیدم رفتم باهاش دوباره شروع کردم کشیدن، این شد. بعد من معتقدم انسان ها همونطور که خیلی خدمتون اصلا داره سعی میکنه تا رابطه نرمال باهاش پیدا کنه دیگه، سعی میکنه اینجا ببینه من میتونه دوباره یه تفنعی بکشه و دوباره نکشه، یه سعیشو میکنه. اگر ماها باشیم حمایتش کنیم، کنجکاوی به خرج بدیم که چی شد، دوباره میتونیم کمکش کنیم بیاد روی، به قول دانمارکی، بیاد دوباره روی اسب.
و به حرکتش ادامه بده. ولی حالا اگه بزنیم تو سرش و هزاران و و و پشتیبانی ما قطع کنیم، از خونه بندازیمش بیرون و و هزاران کار دیگه بکنه، خب اینم یه روشه. تو بعضیا جواب میده، خب ممکنه موقت جواب بده، تو بعضیا اصلا ممکنه دائمی جواب بده، ولی خب این روش نیستش که ما استفاده میکنیم. ما سعی میکنیم تو این زمینه، تو این موقعیت حمایتش کنیم و بریم و تمام مدت کنجکاوی به خرج بدیم. چی شد؟ چرا؟ چطوری؟ با کی بودی؟ چجوری بود؟ چی فکر کردی؟ که اینو اینقدر سریع تحلیل کنیم که این بدونه که دفعه بعد از این به عنوان یک تجربه استفاده کنه. و مطمئنم من با کسانی که با لغزش کار کردم سالهای سال، کسی که یه لغزش کرده به خاطر یک دلیلی، حالا من علی رو دیدم، اگر باهاش درست برخورد بشه دیگه امکان نداره به خاطر که علی رو ببینه لغزش کنه، امکان نداره. ولی میتونه به یه دلیل دیگه لغزش کنه. آ این دفعه مثلا من نمیدونم حالم بد شد، یه بحران پدر بزرگم فوت کرد فلان اینا، انقدر حالم خراب بود رفتم دوباره. اگر ما کنجکاوی برخرج بدیم، انقدر پرسش کنجکاوی و و و و و بتونیم تجزیه تحلیل کنیم و کمکش کنیم که دوباره بیاد بالا، خب باز دوباره ما به این انسان کمک کردیم. و من مطمئنم و من اینم ثابت کردم که هیچ وقت به خاطر اون بحران دیگه این شخص لغزش نمیکنه، برای اینکه ازش یه چیزی یاد گرفته. و من تجربه ثابت کرده و علم ثابت کرده که اگر ما از این لغزش به عنوان یک چیز مثبت استفاده کنیم، نه به عنوان یک چیز الزاماً منفی. من امیدوارم اشتباه نفهمید، من معتقد نیستم آدم‌ها باید لغزش کنن، ولی خب یه چیزی که اتفاق میفته تو اکثر موارد، و این باعث میشه که اگر ما بتونیم از این لغزش‌ها به عنوان مثبت استفاده کنیم، درست باهاش برخورد کنیم، روزی خواهد رسید که این انسان از تمام این تجربیات، حالا معلومه ممکنه برای یه نفر دو تا بس باشه، برای یه نفر یعنی 15 دفعه است، برای یه نفر یه دفعه است، برای هیچ کس یه نفر ممکنه اصلا یه دفعه‌ش هم اتفاق نیفته، ولی به یه مرحله میرسه که این شخص از اینا استفاده میکنه برای اینکه هیچ وقت دیگه لغزش براش به وجود نیاد. و اینم یه پاسخ خیلی کوتاهی برای مبحث که با لغزش چجوری میشه کار کرد و چجوری میشه باهاش به عنوان یه چیز مثبت، نه که خود لغزش مثبت باشه، چطوری میشه ازش استفاده مثبت کرد، باهاش کار کرد. یکی از چیزایی که ما انسان‌ها خیلی بهمون لذت میده حس خاص بودنه. من یه چیزی که تأسف میخورم توی من کار کردن کلن با انسان‌ها، چه خصوصا در رابطه با اعتیاد، اینه که ما حالت زیراکس میکنیم، همه انسان‌ها رو یک جور باهاشون رفتار میکنیم. یعنی تو ذهنمون کسی که مشکل اعتیاد داره یه همچین خصوصیتایی داره، پس بعد این کار باهاش میکنیم تا درست شه. بعد این موقع است که من میگم پس احترام به فردیت انسان‌ها یه مقدار از بین میره، برای اینکه اگر ما اعتقاد داشته باشیم انسان‌ها متفاوتن و این حس خاص بودن رو بهشون بدیم، باعث میشه که بتونیم خیلی خوب. من باز با یه مثال میگم براتون، من منتظر یه جوون دختر 16 ساله بودم که بیاد برای ساعت مشاورت، دیر شد، زنگ زدم بهش گفتم که فلان چی شد چرا نیومدی، گفت ببخشید من الان دارم مسواک میزنم میام، قول میدم تا 20 دقیقه دیگه من اونجا. گفتم خیلی خوب. بعد از 20 دقیقه اومد و فلان و اینا، نشستیم و اینا، گفتم که من تو این مدت که تو گفتی میام تو 20 دقیقه داشتم به تو فکر میکردم، بعد داشتم بیان به خودم اومدم که تو چرا مسواک میزدی؟ گفت منظور چیه؟ گفتم برای چی مسواک زدی تو؟ گفت چی داری میگی ساسان تو؟ من مسواک زدم دیگه. گفتم برای چی؟ برای من یه توضیح بده، مسواک برای چی زدی؟ که آدم باید دندوناشو مواظب باشه. گفتم وای من چقدر جالب برام، چقدر من خوشحالم تو این حرفا میزنی. منم فکر همین فکر رو میکردم. بعد ازش پرسیدم کی مواظب یولیه است؟ کی مواظب توه؟ دندون مهمتر یا تو؟ کی؟ بعد شروع کردیم این اشک تو چشاش جمع شد، اینو بررسی کردیم، گفتم خب برو حالا دفعه بعد بیا به من بگو کی مواظب یولیه است و چه جوری باید مواظب یولیه باشیم، چی کار باید بکنیم و و و اینا. خیلی مبحث جالبی بود. چیزی که اون بعدها اومد به من گفت تمام این مبحث نبود که ما حرف زدیم، آی چقدر جالب تو گفتی کی دندوناتو مثل، اصلا این نبود. جالب اون که ساسان اون 20 دقیقه که داشتی به من فکر میکردی جالبه، حس خاص بودن به من دست داد.
که تو این 20 دقیقه ساسان نشسته بود به من، کارهای من، رفتار من فکر میکرد. و این خیلی حس خوبیه، حس خاص بودن حس خوبیه. من با یه استادی داشتم توی لندن که رفته بودیم یه درسی میخوندم، همون mentalizing approach داشتیم میخوندیم. این استادمون اومد گفتش که من یه زمانی کلاس نمیدونم نهم بودم، قبل از تابستون معلممون اومد، 24 نفر شاگرد بودیم، 24 کتاب مختلف به ماها داد رفت، گفت بعد از تابستون میبینیم تو. میگم من تو عمرم تو باید یه دونه کتاب نشسته بودم بخونم، دویدم خونه نشستم این کتابه رو خوب بخونم که چرا این اینو برای من انتخاب کرده. میگفت 4 دفعه من این کتاب در طول تابستون خوندم. تابستون که تموم شد روز اول دویدم اومدم گفتم فلانی ببخشید میشه بگی این کتاب برای چی برای من انتخاب کردی؟ میگه معلمه نگاه کرد من چه میدونم همینجور شانسی. اگر این همون موقع اولش میدونست این نمیرفت این کتاب بخونه. برای اینکه حس خاص بودن بهش دست داده بود که این معلم چرا اینو برای من انتخاب کرده، اون کتاب 4 دفعه خونده شد. و این حس خاص بودن رو به انسان‌ها، به عزیزانمون، به کسانی که باشون کار میکنیم و باید بدیم. همه آدم ها رو یک جور به عنوان، من معذرت میخواهیم کردم رو میگم، معتاد نبینیم. هر کسی به عنوان یک فرد خاصه و دوست داره خاص بمونه و باشه و خاص دیده بشه. بعد خب خیلی موقع ها بعد صحبت میشه که بهای حقیقت. خیلی از جوان ها میگن که خب ما وقتی بریم من پس یه با خانواده هم بگیم، خب این داستان داره، بها داره، قیمت داره. یکی به من یادم با یه جوانی صحبت میکردم خیلی سال پیش، از یک کشور عربی میمد، گفتم که من باید با پدر مادر صحبت کنم. یه باز زد زیر خنده، گفت چی داری میگی؟ یه زخمی نشون داد، گفتش که اینو میبینی؟ گفتم چیه؟ گفت این وقتی بابام فهمید من سیگار میکشم تو آرام خواهی بری بهش بگی من مواد مصرف میکنم. بلند شد رفت، من دیگه هم ندیدمشون جوانو. حقیقت بها داره، ولیکن قبل از اینکه بخوایم به بهای حقیقت برسیم، اینه که یه پدر مادری که جوانشون با مسئله اعتیاد به هر به یه نحوی درگیرمون هستش، چه حسایی وجود داره براش؟ البته اینایی که من میگم باز دوباره احترام به فردیت میذارم، بعضیاش که من فکر میکنم وجود داره رو میگم، چون ممکنه برای آدمای مختلف حسای مختلفی وجود داشته باشه، ولی من سعی میکنم یه مقدار عمومیت بدم. نمیگم احساس عذاب وجدان، شرم، خجالت و اینکه به نخره تقصیر منه یه به یه نحوی و آبروداری فرهنگی، هزاران حس قاطیه و واقعا حسای سختیه، واسه همینه که آدم ها مخفی میکنن من پس اعتیاد و اینا رو. ولیکن با این حال همون بهای حقیقت باعث میشه که بعضی موقع ها جوون ها به ما نزدیک نشن. نتونم من برای یک گروه مادرهای سومالیایی سخنرانی میکردم چند وقت پیش، یه پیش خودم گفتم من چجوری میتونم از یه چیزی استفاده کنم، یه مثالی استفاده کنم که مبحث بهای حقیقت رو بتونم بیشتر توضیح بدم. و با این مثال شروع کردم، گفتم تصور کنین بچه شما وقتی دلش درد میگیره چیکار میکنه؟ خب سعی میکنه یه ذره وایس ببینه چی میشه اینا. گفت اگه بیشتر درد کنه چیکار میکنه؟ گفت میاد خونه به من میگه، من مادرشم، میگه ما خیلی دارم درد میکنه. گفتم خب بعد تو چیکار میکنی؟ گفت من میرم مثلا یه قرص مسکن براش میارم اینا. گفت اگه باز درد کنه چی؟ گفت زنگ میزنم دکتر. گفت اگه خیلی شدید شه میریم بیمارستان، آخر سر هم دکتر ممکنه تشخیص بده که این باید عمل بشه و آپاندیس و و و. گفت حالا تصور کنین توی فرهنگ ما، خانواده ما، سیستم ما، دل درد یه تابوئه، نباید درش حرف زد، شرمه. هر مثلا خونه ما تو فرهنگ ما نباید در مورد دل درد صحبت کرد. فکر کن بچه میاد تو خونه دلش درد میکنه، باید اینجوری راه بره، بعد میره تو جامعه دل درد داره اینجوری داره قدم میزنه، بعد میره پیش کی؟ هیچ ما پیش اون دکتر میره؟ نه، میره با آدمایی صحبت میکنه که اصلا دل درد خبر ندارن. بعد بهش میگن اینو بکش حالا خوب میشی. هیچ موقع اون کمکی رو نمیگیره که تو میخواستی بهش برسونی، مجبور میشه بره از یه کسایی کمک بگیره که اصلا متخصص دل درد نیستن. و این که گفتم همه یهو یه صحبتای به زبون خودشون شد و از اونجا تازه ما شروع کردیم صحبت کردن که تنها چیز سلاح ما این صحبت کردنه.
کنجکاف بودنه و اینکه اجازه داشتن اینکه بچه‌ها بتونن بیان مشکلاتشون رو به ما بگن. چون اگر نگن خب ما نمیتونیم کمکشون کنیم و اونا میرن از کسانی که متخصص نیستن کمک میگیرن. پس حقیقت بها داره و جوانهای ما، بچه‌های ما تجربه دارن با این مسئله، فقط نه در رابطه با اعتیاد، انواع اقسام تجربه یاد دارن برای اینکه اتفاقای دیگه تو زندگیشون افتاده که این وحشت از گفتن حقیقت و ترس عواقب اون، تجربه بعد از مطرح کردن مشکلات با بزرگسالا، انقدر این تجربه ها ما خیلی موقع، من خودم از بچگی کلیش یادمه که چه تجربه های بعد اگه یه موقع میادیم صادق باشیم چه مشکلاتی به وجود می آورد. و ترس از واکنش احتمالی، همه آدما دوست دارن که بهشون احترام گذاشته بشه، هیچکس دوست نداره بهش ترحم بشه، ناامیدی، عصبانیت، نگرانی و و و اینقدر این چیزا باعث میشه که طرف میگه نه من بهتره که برم با یه عده دیگه صحبت کنم تا اینکه برم به پدر مادرم بگم. و همیشه من با جوانا که صحبت میکنم اینو صحبت میکنم که اگه تو خودت پدر مادر بودی دوست داشتی جوان بچت میمد بهتون بگه؟ وقتی که اینو این آقا رو انجام میدیم که آره من خیلی دوست داشت، ولی به شرطی که و و و و بها. این یه مبحثیه که اگر ما روی این همونطور که قبلا هم گفتم کار بکنیم و با جوانان قبل از این که بخواد مشکل برخورد بکنه، مثلا من به یه پدر گفتم که بهش بگوی اگه تو یه روزی مشکل پیدا کنی به بچت بعد بگی، آیا میای به من بگی تو این زمینه؟ و اگرم بخوای بگی از چی میترسی؟ من خیلی دارم میخواد اگر الیاس من پسر من یه روزی من بدونم اگر یه روزی مشکل پیدا میکنه آیا به من میگه و اگرم بخواد بگه از چی میترسه؟ میترسم بابام عصبانی بشه، میترسم بابام دیساپوینتد بشه یعنی مایوس بشه، ناامید بشه، یا میترسم اصلا خجالت بکشه، میترسم و اینو من از دلم خواهد بچه‌ام بدونم و وقتی دونستم میتونم باهاش برخورد کنم، بهش بگم آره عزیزم همونطور که خدمتتون گفتم معلومه که نگران میشم، معلومه که عزیزم، ولی خب مطمئن باش ما میتونیم همیشه در مورد موارد صحبت کنیم. و یه گرایشی که ما انسان ها داریم نسبت به مبحث وقتی اعتیاد وجود داره دیدمونه. این نقاشی رو من خیلی دوست دارم برای اینکه خودم همینا رو با یه نقاش خیلی پرفشنال و حرفه‌ای این کارا رو انجام دادیم، خیلی به نظرم نقاشی جالبی شد، خیلی روزها و ساعت‌ها من روی این نقاشی ها کار کردیم. عینک مواد مخدر بعضی موقع صورت ما پدر مادرهاست، ما بزرگسالاییم و همه چیز از این دید می‌بینیم. یعنی اگر جوان ما هزاران مشکل داره ما فقط اینو داریم می‌بینیم که این داره می‌کشه مصرف می‌کنه، و اگر این بیاد بگه بابا جون من مثلا مشکل عشقی پیدا کردم و این با اینو میگه آخه به خاطر که تو میکشی، بابا من تو فلان آخه به خاطر که تو میکشی، هر چی بخواد بگه من میچسبونیم به این. اصلا یعنی من یه بچه داشتم میگم من اصلا دیگه از وقتی که مشکل اعتیاد پیدا کردم اجازه ندارم مشکل دیگه داشته باشم، چون هر چی من میام بگم پدر مادرم میگن چون تو داری این کارو، بابا من آخه من آدمای دیگه مشکل ندارم. و اینکه ما این عینک رو بعضی موقع ها یه ذره پاکش کنیم، درسته من اینو کتمان نمی کنم، اعتیاد پس اعتیاد خب خیلی تأثیر رو خیلی چیزا میذاره، ولی بعضی ما باید اجازه بدیم به تینیجرامون به جوانامون که مشکلات معمولی هم داشته باشن بدونی که بخواد این الزامن مستقیمن مقصرش باشه. و اگر ما این نکنیم نخواهیم شفافش کنیم و همه چیزا رو از این دریچه ببینیم باعث میشه که جوانمون میگه اصلا فایده نره من برم بخوام به بابام بگم که من مثلا الان دوست دخترم یا دوست پسرم چی کار باهم کرد مثلا به هم زدی، و اینکه اون بالاخره من میدونم جوابش چیه. من بچه داشتم میگم من دلم تنگ شده با بابام بشینم یه فوتبال بازی فوتبال ببینم، یعنی که یا ما میایم مشکل دعوا داریم یا اینکه حت من تا یه دقیقه اینجوری بشینم یه ذره خسته بشم میگم یادی نشه اصلا حاضر نیست. من اصلا میگه ما هیچ کار عادی دیگه با هم دیگه نمی کنیم، همه چیز بعضی موقع ها این مبحث اعتیاد کاملا میاد روی همه چی رو میگیره. ما نباید بعضی موقع اینقدر قدرت بهش بدیم که دیگه جایی نباشه که عزیزان ما بخوام بیان در مورد مشکلات معمولی، یعنی در مشکلاتی که همه ماها داریم بتونن با ما صحبت کنن. و این یه به هر حال دریچه‌ای باید باز باشه که ما بتونیم تو این زمینه بتونیم بهشون نزدیک بشیم. من قبل از اینکه به خبره بودن در زندگی خود صحبت بکنم، من یه چیزی رو می‌خواستم اشاره کنم. چند وقت پیش یکی از جوانایی که من باش کار می‌کردم
اومد گفتش که بعد از مدت ها کار کردن و مشاورت و رفتن و اومدن و اینا بعد از چندی ماه اومد گفت یه روز من گفت ساسان گفتم بله همون چه گفتم من تمام تقریبا تمام بچه‌هایی که باشون کار می‌کنم دانمارکی هستن گفت ساسان گفتم بله گفت من تازه به این نشستم تا تنها آدمی هستی روی این کره زمین که منو می‌فهمی من میتونم با تو حرف بزنم من حالا از این جمع می‌خوام یه سوال بکنم فکر می‌کنی چه حسی به من دست داد اون موقع که اینو گفت یه می‌تونی چند تا مثال بزنی خاص بودن به من چه حسی دست داد من احساس خاص بودن به من دست داد دیگه چه حسی به من دست داد مفید هستم و چی؟ کار مثبتی انجام بدم بله ببخشید شما گفتین حس خبره بودن و انواع احساس خوب و جان حس دوست بودن به هم دست داد همه اینا هم احساس درستی هم هستش ولی به عنوان یه آدم حرفه‌ای به عنوان یه پروفشنال من حس شکست به هم دست داد یعنی که وظیفه من نیست با انسان ها با اون کسایی که باشون کار میکنم دوست بشم و اون فکر کنه من تنها کسی هستم که تو این دنیا میفهممش وظیفه من زمانی موفقم که اون یه روز بیاد بگه ساسان از وقتی که من با تو صحبت کردم و با هم دیگه کار کردیم برای اولین بار مامان بابام منو فهمیدن ما به هم نزدیک شدیم من یه مهمونم تو زندگی این انسان ها هرچی هم زودتر برم از زندگیشون بیرون بهتره یعنی زودتر موفق شدن زمانی من موفقم تو کارم که من این انسان‌ها رو به هم نزدیک کنم این پدر مادره که با این باید زندگی اینان که وقتی من نیستم باید حمایتش کنن زمانی که این بچه بگه از وقتی که من با تو صحبت میکنم رابطم با پدر مادرم خیلی بهتر شده خیلی راحت میتونیم در مورد مسئله صحبت کنیم اون موقع است که دستای من میره بالا میگم اوکی پس من موفق شدم تو کارم برای اینکه ما باید کسانی که تو این زمینه کار میکنن آگاه باشن که ما یک سری فقط مهمان هستیم تو خونه انسان توی زندگی انسان ها و بسه با احترام وارد زندگیشون باید بشیم با احترام هم بریم بیرون هرچه زودتر و امیدواریم که ابزار کاری به این خانواده داده باشیم که اینا بتونن خودشون همدیگر رو حمایت کنن تا آخر عمر و دیگه نیازی امیدواریم هیچ موقع ما نداشته باشن و این پرانتزی بود که خواستم بگم چون بعضی موقع ها ما انقدر حس خوبی چون این همین حسایی که شما گفتین درسته آدم خیلی حس خوبی بهش دست میده که یه نفر فکر کنه تنها کسی هستی که تو منو میفهمی ولی آیا هدف ما اینه یا اینکه هدف ما اینه که انسان ها خانواده ها رو به هم نزدیک کنیم و این خیلی نکته ظریفیه که ماهایی که تو این زمینه حرفه‌ای کار میکنیم و به زندگی انسان ها نزدیک میشیم این مرز و این بالانس رو باید همیشه تو ذهنمون باشه که من هدفم از این که اومدم وارد به این انسان نزدیک شدم چیه بدونم و اینکه خیلی با احترام هر چه زودتر از زندگی انسان برم بیرون و اینا موفق باشن در آینده چیزی که من تجربه خیلی خوبی دارم اینه که انسان ها رو به عنوان اینکه تو زندگی خودشون حداقل خبره هستن احترام بذاریم و از علمشون شناختشون نسبت به خودشون تجربیاتشون برای کمک کردن به خودشون استفاده کنیم و ببخشید من می‌خواستم ساعت رو بپرسم حدوداً چقدر دیگه وقت دارم من ساعت نگاه یک ساعت من متوجه شدم. الان یک ساعت من تموم شده در واقع. خب من سعی می‌کنم این صحبتامو یه مقدار کوتاه بکنم که بعد دیگه این امیدوارم توی ویدئوی بعدی بتونم بقیه صحبتامو ادامه بدم. و ما تنها روشی که میتونیم استفاده بکنیم و کمک بکنیم به این انسان‌ها اینه که از در واقع من مثل یک همکاری دارم یه ورزش رزمی میره و اون ورزش رزمی اینطوریه که از نیروی طرف استفاده می‌کنه برای اینکه اونو بزنتش. یعنی وقتی اون میاد حمله میکنه این جا خالی میده اون داده میده میکشه از نیروی اون طرف استفاده میکنه و این کار ما تو روانشناسی توی زمینه کمک کردن به انسان ها از دانسته اونا تجربه شون علمشون شناختشون نسبت به خودشون استفاده میکنیم برای کمک کردن بهشون برای اینکه همونطور که گفتم چیزی که برای این جواب میده الزاما برای کس دیگه جواب نمیده و تنها چیزی که ما میتونیم ازش استفاده کنیم احترام گذاشتن به
دانسته هاشونه. و نیت، من سعی میکنم چند تا چیز دیگر سریع انجام بگم و این که چیز کنم. من معتقدم هیچ انسانی، چون خیلی از من میگن که تقصیر کیه، من معتقد نیستم کسی مقصره. هیچ کسی با نیت بد نمیاد کسی را صدمه بزنه. من باز برای این یک مثال میزنم. من پدری داشتم که این از مادرش، این پدر مادر از هم دیگه جدا شدن، این بچه دخترش 16 ساله‌ای داشتن و مادرش روز به من زنگ زد گفتش که لطف کن الان به شهرداری تماس بگیر با مشاور این زن صحبت کن با این بچه که این پدر دیگه اجازه نداره دخترشو ببینه. گفتم چی شده؟ که من فهمیدم این هر دفعه که پیش باباشه، چون یه هفته پیش باباش بود یه هفته پیش مامانش بود این دختره، هر موقع پیش باباشه باباش بهش هشیش میده به جای پول جیبی. لطف کن اینو بگو دیگه تمام، دیگه اجازه نداری باباشو ببینه. گفتم اوکی خیلی ممنون باش. و من توی قدرتم بود که با یه تلفن بزنم و یه رپورت تهیه بکنم که این پدر دیگه بچه‌شو نتونه ببینه به خاطری که صدمه داره میزنه به بچه‌ش. من این پدر رو دعوت کردم، گفتم تشریف بیارین اینجا. اومد این پدر رو گفتم برات قهوه درست کنم، قهوه درست کردم، اومدیم نشستیم و صحبت از این برام. گفتم راستی من خیلی برام جالب بود که شنیدم تو به جای پول تو جیبی چرچوز جدیدن بهش هشیش میگه. آخ خواستم چه خوب شد گفتی، من اصلا اینو میخواستم با تو حرف بزنم. گفتم چی؟ گفت من جدیدن، من خودم توی این قسمتی که مواد میفروشن و اینا سالها اونجا کار کردم، اصلا آشنا زیاد دارم. من شنیدم این دختر 15-16 ساله من داره میره با مردای مسن رابطه جنسی داره برای اینکه پول بگیره برای این کار، بعدم میره اون تو هشیشای خیلی مواد خیلی بد میگیرن بهش میدن با پولای خیلی گرون. من گفتم من چرا به این بیام 50 کرون ها رو روزانه بدم این بره هم پول هشیش بد بگیره، کمم بگیره، بعدم با آدمای مسن هم بخواه. گفتم من خودم این پول بهش میدم، بعدم میام با تو هم صحبت کنم، مشورت کنم، کنترلش کنیم، یواش یواش کمش کنیم، با هم دیگه کار بکنیم و اینو کمکش کنیم. همچین پدری که این همه مرزهای خودش رو گذرونده، حاضر شده برای بچهش هشیش بخره بده برای اینکه بهش کمک کنه. و من اگر کنجکاوی نمی کردم، با پیشداوری های خودم به این حمله می کردم و محرومش می کردم از دیدن دخترش، آیا این دخترش بخون کمک رو می گرفت؟ دوباره برمی گردیم به اینکه انسان ها نیتشون رو باید بریم ببینیم آقا پشت این عمل چه نیتی قرار گرفته. بعضی موقع ما سورپرایز میشیم وقتی کنجکاوی بی‌طرفانه میریم با مسائل برخورد میکنیم. و نقش والدین به عنوان متخصص هم این یه نقش خیلی جالبیه که من متاسفانه الان وقت نیستش در موردش صحبت کنیم. و اینکه ما چجوری از باز دوباره پتانسیل پدر مادرها استفاده میکنیم برای کمک به جوونا، من فکر میکنم اینا رو میذارم برای مباحث بعدی. و صحبت هایی در رابطه با دوست بد دارم، بعد این هم که صحبتش رو کردیم، این هم من حتما میخوام قول بدم تو یک ویدیو بعدی در مورد این تئوری روانشناسی ساینس آف سیفتی هم صحبت خواهیم کرد. دوره های گروه های والدین که این چه محاسنی داره، این هم که ویدیوهای بعدی حتما صحبت خواهیم کرد. و در انتها تجربه و دیدگاه شخصی در مورد مواد مخدر و اینکه ماها هر کدوممون یه تجربه‌ای داریم، یه دیدگاهی داریم، یک پیش‌داوری داریم و اینها باعث میشه که ما چجوری برخورد بکنیم با مبحث اعتیاد. من باز از شما و وقتتون خیلی تشکر میکنم و حتما امیدوارم ویدیوهای بعدی رو دنبال کنین که بتونیم تو این مبحث بررسی بیشتری بکنیم. واقعا دفعه پیش هم ما خیلی خیلی استفاده کردیم و فکر میکنم امروز دوستان واقعا استفاده کردن و این صحبتهایی که شما کردین فقط در رابطه با مسئله اعتیاد یک شخص نمیتونه استفاده کنه. من تو این مدتی که داشتیم صحبت میکردین خیلی مسائل و مشکلات دیگر رو تو صحبتهای شما جا دادم که فهمیدم چقدر میتونیم ما این صحبت ها رو تو تمام مشکلاتی که در این جنبه قرار گرفته استفاده بکنیم. واقعا تشکر میکنیم و امیدواریم که بتونیم جلسه بعد رو هم ما با شما داشته باشیم. مرسی.